هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد تعداد قربانیان جنگ 18 ماهه یمن به بیش از ده هزار نفر رسیده است جمی مگولدریک که در نشستی خبری در صنعا پایتخت یمن سخن می گفت این آمار بر مبنای اطلاعاتی است که مقامات رسمی از طریق آمارهای ارائه شده توسط مراکز درمانی و بیمارستانی یمن به دست آوردند وی در ادامه تاکید کرد احتمال دارد آمار قربانیان از این نیز بیشتر باشد چرا که بسیاری از مناطق یمن دارای مراکز درمانی و بیمارستانی نیستند و بازماندگان حملات هوایی شهدای خود را بلافاصله دفن می کنند بدون آنکه آمار دفن شدگان در هیچ مرکزی ثبت شده باشد گفتنیست از حدود 18 ماه پیش عربستان سعودی به بهانه به قدرت بازگرداندن عبد رب هادی و رئیس جمهور مصطفی یمن حملات هوایی و زمینی به یمن را همراه با چند کشور عربی دیگر آغاز کرد. این حملات به قدری شدید بوده که اخیرا اعتراض نمایندگان مجلس سنای آمریکا را نیز به دنبال داشت. در همین راستا 60 تن از نمایندگان مجلس سنا از دولت اوباما خواستند تا فروش تسلیحات نظامی جدید به عربستان را متوقف سازد. وزارت دفاع آمریکا روز 19 هام مرداد اعلام کرد که وزارت خارجه این کشور با فروش بیش از 130 دستگاه تانک جنگی ابرامز، 20 دستگاه خودروی زره پوش بازیابی و سایر ادوات جنگی به ارزش 1 میلیارد و میلیون دلار به عربستان سعودی موافقت کرده است.